جنیفر رندولز به زیبایی چهرهش فسفاس داره و تا پیش از این دائما نگران این بود که مبادا عکسی از او در شبکه های اجتماعی گذاشته بشه و برای همین هرگز از خودش سلفی نمی گرفت. جنیفر بعد از جراحی پلاستیک بینی نظرش نسبت به خودش و حضورش در رسانه ها و شبکه های اجتماعی تغییر کرد. من مسلما الان با قیافه خودم احساس راحتی بیشتری می کنم و اگه بخوام سلفی بگیرم با اطمینان این کارو می و می که حاضر شدم توی یه شوی تلویزیونی شرکت کنم کاری که پیش از عمل اصلا حاضر نبودم انجام بدم جنیفر یکی از هزاران نفری است که برای زیباتر شدن و احساس رضایت از تصویر خودش تن به جراحی پلاستیک داد سلفی یک عکس دقیق نیست و واقعیت چهره فرد رو آشکار نمیکنه. زاویه دوربین و فاصله دوربی کم اون با صورت اندازه و جزئیات تصویر رو غیر واقعی میکنه. به نظر من کسی که خیلی سلفی میگیره دچار وسواس ذهنی و حس ناامنی که در نوجوانان شایع و با سلفی گرفتن بدتر هم میشه. اما افراد بسیاری هم هستند که متخصصین آرایش صورت را برای زیباتر شدن و در واقع برای انداختن یک عکس زیباتر از خودشان استخدام می البته آدم ها با دلایل متفاوتی ممکنه این کار رو بکنند من اینجا مشتری های زیادی دارم که میخوام برای سایت های دوستیابی یا همسریابی از خودشون عکس سلفی بگیرن و باید بگم که با این کار میزن و موفقیتشون هم خیلی بالا میره رامی میگه اصلی ترین کاری که او روی صورت انجام میده بارز کردن زیبایی های طبیعی فرده در وحنه اول چهرهشون رو جلا میدم و بعد با یک آرایش تر و تمیز که مناسب چهره اوناست خطوط گونه و چال اطراف لبها و خط ابروها رو برجسته و متمایز میکنم و سراخرم یک رژ لب مناسب روی لبهاشون میزنم تا در بهترین حالت ممکن دیده بشن رواج پدیده عکس های سلفی و یا خود گرفت رابطه مستقیمی با دسترسی عمومی به تلفن همراه هوشمند داره تلفن هایی که همه را قادر به عکس انداختن کرده ولی فراگیری فوتو فن عکاسی داستان دیگری است من فکر می کنم در سلفی باید چهره طبیعی به نظر بیاد لنز دوربین رو یکم عقب نگه دارید سرتون رو به سمت دوربین با شیب مناسب به چرخونی. نور هم بهتر طبیعی باشه و چند تا عکس بگیرید و بهترینش رو انتخاب کنید به گفته دن آکرمن سلفی یک عکس غیر حرفه‌ای است و باید به چشم سرگرمی بهش نگاه کرد اما میتونه با رعایت نکات توصیه شده نتایج خارق‌العاده‌ای به بار بیاره. با بکرات صدای آمریکا.